مارشال دوستم راست میگوید که در بلخ کسی نخواهد جنگید. علاگل مجاهد اشرف غنی را پاکستان رئیس جمهور ساخت. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، باز هم خوش آمدید به یکی دیگر از ویدیوهای کانال تلپرس. تقاضا می نماییم که تا آخرین ویدیو با ما همراه بوده و کانال ما را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. علاگل مجاهد اشرف غنی را پاکستان رئیس جمهور ساخت. اظهارات تازه علاگل مجاهد در مورد رئیس جمهور غنی. علاگل مجاهد به تازگی که با تلویزیون افغانستان مصاحبه انجام داده است میگوید برای اولین بار اشرف غنی را پاکستان رئیس جمهور ساخت. تا هنوز برنامه مکمل آقای علاگل مجاهد را تلویزیون افغانستان پخش و نشر ننموده است. او در مصاحبه کوتاه میگوید در وقت امارات طالبان حتی یک قدم هم پاکستانی ها پیش آمدن نتوانسته بود. علاگل مجاهد میگوید تاریخ نویسان درباره شاه شجاع، ببرک کارمل، حامد کرزی و اشرف غنی این چهره ها را غلام دیگران می نویسد. علاگل مجاهد وکیل منتخب مردم ولایت کابل است و یکی از منتقدان حکومت در پارلمان کشور است. علاگل در یک قسمت دیگر این برنامه اشاره می کند و می گوید حکومت غربی ها ضد مجاهدین هستند و اما مجاهدین هرگز ضعیف نمی شود و با شکم گرسنه می توانند دفاع کنند. علاگل مجاهد می گوید غربی ها این را می فهمند که از مجاهدین چیزی جور می شود. او اشاره می کند و می گوید که اگر طالب با آمریکا جنگ نمی کرد، آمریکا افغانستان را ترک نمی کرد. علاگل اشاره می کند و می گوید اگر طالبان با مجاهدین مواجه شدند، باز بفهمند که هر کس در منطقه خود زور دارد. در همین حال گزارشنامه افغانستان در یک خبرنامه می نویسد مارشال دوستم راست می گوید که در بلخ کسی نخواهد جنگید. با گریز پلان شده تغییر موقعیت نام دادند. پیش از این می گفتند عقب نشینی تاکتیکی، از شش قرارگاه مهم عقب نشینی کردند. منابع معتبر امنیتی و باشندگان ولسوالی شلگره خبر می دهند صبح امروز نیروهای امنیتی از شش قرارگاه نظامی قشلاق های باغ پهلوان، شیخ ها، بودنه، قلعه و حلقیجر از غرب دریا و دو قرارگاه نظامی از قشلاق های خاکباد و ناقلین از شرق دریا عقب نشینی نموده و به مرکز ولسوالی تجمع نمودند. محمد فرهاد عظیمی والی بلخ نیز امروز در یک نشست خبری گفت حسب فیصله شورای نظامی ولایت بلخ قرارگاه ها و مراکز نظامی که اکمالات آن از طریق زمین و هوا چالش زا بود هدایت داده شد که تغییر موقعیت بدهند. با گفته والی بلخ وی با فرماندهی پلیس و ولسوالی شلگره در تماس بوده و وضعیت شلگره نگران کننده نیست و طی دو روز تلفات سنگین به مخالفین دولت در آن ولسوالی وارد شده است. ولسوالی شلگره در 55 کیلومتری جنوب شهر مزار شریف موقعیت داشته و یکی از ولسوالی های درجه اول ولایت بلخ می باشد که دریای بلخ که از بند امیر بامیان و دره بلخاب ولایت سرپل سرچشمه گرفته شلگره را به دو بخش شرق و غرب دریا تقسیم نمودند. شلگره در زمان جهاد مقر فرماندهی حزب وحدت اسلامی افغانستان بر رهبری استاد حاجی محمد محقق، حزب جمعیت اسلامی بر رهبری استاد عطا محمد نور، رهبر جمعیت اسلامی افغانستان و حزب اسلامی به فرماندهی جمعخان همدرد و سایر حزب های خرد و ریز دیگری بود.
امروز علاوه بر حزب‌های جمعیت و وحدت اسلامی، مردم حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان نیز نقش مؤثر در تحولات شولگره دارد. ولسوالی شولگره مسیر دو ولسوالی دره‌صوف بالا و پایین ولایت سمنگان، ولسوالی بلخاب و سنجارک ولایت سرپل و ولسوالی های زاری و کشنده ولایت بلخ می باشد که روزانه ده ها موتر باربری و مسافربری از شولگره در رفت و آمد هستند. اگر دولت محلی بلخ و مرکزی دست به کار نشوند، در آینده نچندان دور تنگی چشم شفا خط نبرد بین نیروهای امنیتی و دولت خواهد شد. در همین حال روزنامه 8 صبح در یک خبرنامه میگوید جسدهای سوخته طیبه موسوی و فاطمه محمدی، کارمندان افغان فیلم که پس از انفجارهای روز شنبه در دشت برچی شهر کابل ناپدید بودند، در طب عدلی شناسایی شدند. صحرا کریمی رئیس افغان فیلم میگوید که جسدهای سوخته و تکه تکه این دو قربانی انفجارهای که روز شنبه دو موتر تونس مسافربری را در غرب شهر کابل هدف قرار داد، در طب عدلی از سوی خانواده هایشان شناسایی شدند. با گفته بانو کریمی، طیبه موسوی و فاطمه محمدی به تازگی به ریاست افغان فیلم پیوسته بودند. در بسته های انیمیشن و طراحی چهره کار میکردند. این دو کارمند افغان فیلم ساعت 2 پس از چهار روز شنبه 22 جوزا از وزارت اطلاعات و فرهنگ به طرف خانهایشان که در دشت برچی است رفتند، اما به خانه نرسیدند. انفجارهای روز شنبه در ساحه مهتاب قلعه از مربوطات ناحیه ششم و استگاه سرپل دشت برچی دو موتر نو تونس مسافر بری را هدف قرار داد. طبق اعلام پلیس کابل، در این حادثه 7 نفر کشته و 6 نفر دیگر زخمی شدند. مسئولیت این حمله را فرد و یا گروه بر عهده نگرفته است. با تشکر که تا آخرین ویدیو با ما همراه بودید. منتظر نظریات و پیشنهادات نیک شما هستیم. تا ویدیوهای دیگر، خدا یار و نگهدارتان. اوقات خوش داشته باشید.